بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 14 بهمن ماه 1394 و برابر است با 3 ماه فوریه سال 2016 میلادی. اجازه بدید اولا از آقای خسرو بهرامی تشکر کنم که دیروز باز ایشون لطف کرد و زنگ زد و پیام گذاشت. من هم بالاخره با ایشون تماس گرفتم و هرچی ما میگیم که این روزا هیچ چیزی خصوصی نیست، باور کنید همه چیز در روی اینترنت هست و به قول معروف همه چیز رو خبر دارن. آقای بهرامی هی تکرار میکنن که نه آقای سوربی، من این ایمیلم رو فقط به 7 نفر دادم و این مال بیزینس هست و اینها، ولی خوشحالم که ایشون گفت که وکیلش رو به اصطلاح اینجا میگن کامیشن کرده، یعنی یه حقوقی داده به وکیلش، یه پولی داده به وکیلش که بره دنبال آقای گنجی و آقای سازگارا. امیدوارم ایشون موفق بشه، به ما هم بگه که نتیجهش چی شد با برای شما پخش کنیم. ایشون گله کرد از من که اون روز وقتی که من داشتم برنامه اجرا میکردم و آقای بهروز از کانادا گفته بود که این آقای بهرامی همون کسی هست که با 280 مایل در ساعت رانندگی کرده، چرا من نگفتم که نه 280 نبوده و 280 مایل نبوده. والا من گفتم این اولا فکر کنم کیلومتر بوده، بعدم همون برنامه هم گفتم. در اصل ایشون میگفت که 120 مایل بوده و 120 مایل رو اگه نگاه کنید میشه نمیدونم 200 فلان، که فکر نمی کنم 120 مایل. اجازه بدید ما یه ماشین حساب، این ماشین حساب 30 سال من دارمش از آلمان تا اینجا، 120 رو اگر ضرب در 1.6 کنیم میشه 192 کیلومتر در ساعت. بعد ایشون به من گفت که من که به شما گفته بودم دنبال چه کسی و برای چه مأموریتی داشتم تعقیب میکردم. گفتم خب شما به من گفته بودی، ولی قرار نبود که من تو برنامه بگم، که چون اینو شما بعدن خصوصی به من گفته بود و من خیلی خوشحالم که نیومدم بگم آقای بهروز خان بله ایشون اینجوری بوده و دنبال فلانی بوده و بعدم فلانی رو گرفتن و فلان. اینا اصلا به من مربوط نیست. در اصل ممنونم از همین طریق تلفن ایشون از من عذرخواهی کرد، من از ایشون عذرخواهی کردم. به قول معروف گفتیم که حالا شما برو تحقیق کن و ما رو هم در جریان بذار. جالب اینجاست که امروز صبح یه ایمیلی، امروز صبح هم نبود، همین نزدیک های ظهر، ببینم اگر هنوز میبینمش این رو براتون نشون بدم و این رو برای آقای بهرامی هم فرستادم، گفتم از وکیلت خواهش کن بعد از اینکه ماجرای ایمیل شما رو سرنخش رو پیدا کرد و بله 1 ساعت قبل، ببینید الان اینجا نوشته 1 ساعت قبل، 4 به 3، بله بیام اینجا ببینیم چرا این خانم آلیا محمد برای بنده چیز فرستاده، اونم ایمیلی که من به هیچ کس نمیدم، فقط به بیننده ها و تمام دنیا. خب آلیا محمد 12:59 که الان ساعت 2:04 است، یعنی 1 ساعت قبل نوشته که هلو. حالا این دیر که اینجا میگن این کلمه عزیزم نمیده، شما اگه برای خانمت بنویسی هلو دیر بله، برای به دخترت بنویسی بله، ولی وقتی نامه مینویسن نه. در صورت این خانم نوشته من اسمم آلیا محمد، 24 سالم هست، دختر سوریه‌ای هستم که پدرم کشته شده آگست 2015، ولی این خانمی که پدرش کشته شده و در سوگ خانمش پدرش هست، وقت برای آرایش کردن و عکس قلابی فرستادن و اینها داره، خلاصه حالا از من خواسته که کمکش کنم. من وقت این کارا رو ندارم، ولی هر کسی میخواد بره با این خانم کمک کنه. آلیا محمد، این بالا محمد بود اینجا شد محمد، فور یو دیگه، این فور یو که میذاره بله، فور یو@hotmail.com.
حالا ما خواهش کردیم آقای بهرامی هم لطف کنن، معمولا ایشون برنامه من رو یه روز بعد میبینن، چون میدونی بعضیا باور دارن کتلت شب مونده و برنامه های تلویزیونی شب مونده مزهش بهتره. خب اینم از این. من هفته پیش در برنامه یک ایمیلی رو خوندم راجع به یک کتابی به نام مای ایران، ایران من، که خاطرات و داستانها و اینها هست و خیلی جالبه. این آقای آیسک یومتویان و همون اسحاق خودمون این رو نوشتن، حدود 400 خورده صفحه است و میبینید که چه جالب، عکس گواهی نامه رانندگی دوچرخه رو گذاشتن اینجا و این پشتش هم نوشتن ایران من. این کتاب به انگلیسی است، اگر برای دوستانتون میخوان، برای فرزندانتون میخوان که انگلیسیشون بهتر از ایرانی هست، ولی آقای اسحاق یومتویان وقتی برای من تکس فرستادن گفتن که یکی از ایشون نوشته بود همکاران شما، والله ما اینجا همکار نداریم، یکی از افرادی که برای وایس آف امریکا کار میکنه کتاب ایشون رو داره ترجمه میکنه، احتمالاً به زودی فارسیش هم میاد. این کتاب عکسای قشنگی هم داخلش هست، حالا اگر فرصتی بشه با خود ایشون هم مصاحبه‌ای انجام میدیم. ضمناً ایشون لطف کرده یه دو تا کارت هم همراهش گذاشته که اگر کسی بخواد اوردر بده میتونه یا از طریق yomtovian@yahoo.com با ایشون تماس بگیره و یا همین مای ایران این کتاب رو اسم رو شما روی گوگل که بزنید به احتمال زیاد اون صفحه و اینها رو بهتون نشون میده. البته اینا رو من فعلا نگه میدارم، وقتی که اینو میخونم میذارم که ببینم تا صفحه چند خوندم. این از این و بریم سراغ برنامه. امروز میخوام اگر بشه واقعا برنامه رو زودتر تموم کنم، چون حقیقتا به این نتیجه رسیدیم که دیگه هیچ کس حوصله 2 ساعت برنامه نگاه کردن رو نداره. بله، این هم از این ماجرا و ببینیم که این دوستمون چی میگه. آقای علی شیرازی عزیز، عبدالرضا هوشنگ مهدوی نویسنده و دیپلمات پیشین ایران درگذشت. عبدالرضا هوشنگ مهدوی نویسنده و دیپلمات پیشین ایران درگذشت. هوشنگ مهدوی محقق تاریخ روابط خارجی ایران، نویسنده و دیپلمات پیشین ایران، در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. روان شاد یادش گرامی باد. اون گلپا گفت خوشا آنان که با عزت بگیتی بساط عشق بر عیش برچیدند و رفتند، یا زکالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند. من یادم رفت درباره آقای آریانپور بگم، چون چهارشنبه ها ساعت اول با آقای آریانپور هستیم. ایشون لطف کرده بود یا دیشب یا صبح زود برای من نوشته بود که من با کامپیوترم مشکل پیدا کردم برای نوشتن فارسی و اینها و امروز نمیتونم اونجا باشم. من هم تشکر کردم، امیدوارم در آینده نزدیک باز با ایشون باشیم. این هم از این. دوستان عزیز، بعض وقتا یه چیزایی رو میبینید شما تو خیابون اینها، تعجب میکنید، میگید مثلا این رو چجوری درست کردن که چجوری کار میکنه، یا How the Big Bird Suit Work. این Big Bird یک کرکتوری هست تو تلویزیون آمریکا و اینها، نشون میده که این چجوری کار میکنه. این بعضی ها، خود من مثلا یه دفعه کردم خب این چجوری باید ببینه و اینها، ولی میبینید تو این نشون میده، این جلوش یه تور میذارن رنگ خودش از داخل این میبینه، این بالا با یه دستش اون دهنش رو تکون میده، با یه دست دیگهش دوتا دست رو، و میگن معما چو حل گشت آسان شود. و اما این من، آهان بالاش ببینم چی نوشته، How ice cream cones are made. این قیف بستنی چجوری درست میشه. میبینید که نون گردی میاد و این اونایی که قالب نون بستنی هست، قیف بستنی ببخشید، نون بستنی فرق میکنه، میاد و میبردش و
میگه که این یادتونه تو ایران به این میگفتن پیچک، اینایی که دور یه چیزی میپیچید میرفت بالا، نوشته که how a beanstalk grows، چجوری این بین، اینجا نخود و لوبیا و همه اینا رو بین میگن، این به اصطلاح میبینید چجوری رشد میکنه و اینها. How Wi-Fi is distributed inside an apartment، این هم نشون میده دوستان اتفاق این بد چیزی نیست که سیگنال شما اگر ضعیف هست و اینها، میگه که ببینید اگه اینجا گذاشتید تا اینجاها میاد، تا اینجاها قویه، مثلا اینجاها دیگه اصلا نیست، اینجاها چون دیوار هست اصلا نیست، و این Wi-Fi یا همون امواج به اصطلاح اینترنت بی سیم رو نشون میده. بعدم این میگه که how camouflage get on a helmet، میگه که این استتار میدونید شما چیه که وقتی یه چیزی رو میپوشونید مستورش میکنید بهش میگن استتار. تو ارتش این رسمه، من که مثلا تو هواپیما بودم ما چندین لباس مختلف داشتیم، اگه یه جایی بری که سبز باشه باید اونو بپوشی، یه جایی بری که گل باشه خاک باشه اونو میپوشی، تو برف لباس سفید میپوشی، و اینجا نشون میده که این کلاها رو، کلاهای ارتشی رو چگونه استتار میکنن و کاملفلاژ بهش میگن اینجا. Why Michael Jackson was able to defy gravity، میگه مایکل جکسون چگونه میتونست اون قدرت جاذبه زمین رو از بین ببره، این با میخی که نصب کرده بودن توی زمین و با شکافی که توی کفشش درست کرده بوده این کار رو انجام میداده. و خب البته ما فکر کردیم این چیز، فکر میکردیم این هنر فیلم برداری و ویدیو افکت و اینها هست، ولی تو برنامه زنده هم این کارو میکرد. حتما شما دیدید وقتی که بعضی از حیوانات مخصوصا سگ آب میخوره، شما میگید این با زبونش چرا اینجوری آب میخوره، حالا نگاه کنید ببینید زبونش وقتی میره داخل آب با سرعت مثل یک ملاقه، مثل یک قاشق آب رو بر میداره و میاره بالا، و اینه هم که سگای موقع آب خوردن آب دور برشون میریزن به خاطر همین است. و اما میگه How coins get sorted inside the machine، میدونید که یک دستگاه هست شما دم والمارت این برانوار هم میرید پول خورده رو میریزید، این قشنگ ردیفشون میکنه و میشماره و بهتون میگه چند پول بوده. این میگه اینجوری میشه که جاهای کوچیک درست میکنن، اون کوچیکاش اونجا میره، بزرگترها میان همینجوری به ترتیب، به خاطر همین هم هست که سکه ها رو توی اندازه های مختلف درست میکنن. و اما میگه the way braces changes your teeth، میگه که این آهنایی هست که میبندن، اینایی که دندوناشون کج عقب جلو هست مثل این دختر خانم، چجوری عوض میشه اینجوریه که اینها رو میبندن، بعد با چیز، با اون وسایلی که دارن مثل انبردست و اینا، این سیما رو چیز میکنن و ردیف میکنن و دندونی که عقب جلو بوده به این صورت میاد جلو. و اما ترامپت یا همون شیپور، میگن How trumpet make a beautiful music، میگه که ترامپت چجوری این صدا رو از خودش در میاره. میبینید که اگر با این ستا چیزی که داره باز و بسته میکنن که از کجا این صدا بیاد بیرون، زودتر بیاد، دیرتر بیاد، بیشتر دور بزنه و این صدا ازش میاد بیرون. The way pretzel are tied in mess، این چیز pretzel، من اولین بار تو ایران بهش میگفتیم چی؟ چوب نمکی، نون نمکی، یه چیزی اینجوری بود، هیچ وقت هم من ازش خوشم نمیومد، ولی وقتی رفتم آلمان اینها رو گرم و تازه درست میکردن با خردل. خیلی از دوستان من دیدم به این خردل میگن خردل، بابا خردل درسته، مثل به ماهی سمن میگن سلمان. در هر صورت وقتی اونجا خوردیم گفتیم بابا این کجا و آن کجا. حالا از این به بعد هر وقت سفرتون رفتید به اصطلاح آلمان، حتما اگر اهل آبجو هستید با آبجو، اگر نه تنها یه تیکه پرتسل بگیرید و همین نونشور، چوبشور، هرچی روش هم تیکه های نمک هست و الی آخر. How peanut butter jars are filled full of creamy،
بله پینات بادر تو ایران من نمیدونم چی بهش میگفتیم، ولی این مال بادام زمینیه. بادام زمینی با نمیدونم روغن هم اضافه میکنن یا خودش این به اصطلاح چربی خودش باعث میشه که مثل این که با کره میکسش کردن. در صورت میگه که چون خودش اصلا اسمش پینات بادر هست، پینات بادام زمینی، بادر هم یعنی کره، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم چاقتون میکنه، ولی من شنیدم که برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن این خیلی ضرر نداره، یعنی چربیش چربی بدی نیست. حالا نمیدونم، باز بهتون گفتم هر وقت میخوان یه کاری انجام بدین حتما مطمئن بشید، چون چیزا خیلی اینفورمیشن هایی که میگیرید، اطلاعاتی که میگیرید خیلی غلط و غلوطه. اینجا نشون میده که این سیلندر یا این actually happens when you put a key in the door. این دور میگه که وقتی شما کلیدتون رو میذارید توی در، توی قفل در، چه اتفاقی میفته، چه جوریه که کلیدها، میبینید اینها طولای مختلفی دارن بر اساس این دندونه های مختلف، این بهشون اجازه میده بالا برن، وقتی که اینا ردیف شدن اون میتونه بچرخه. به این میگن سیلندر. سیلندر استوانه هم توی ایران میگفتیم سیلندر، یا همون سیلندر ماشین هم مثلا میگفتیم که مثل استوانه بود. All this stuff gets into Pop-Tart. Pop-Tart یه چیزیه که بچه ها اینجا دوست دارن، تقریبا مثل لواش خودمونه اون ماده داخلش، که الان میگن از میوه هست و اینها، یه نونی هم دورشه. بعضی وقتا هم اگر گرمش کنید توی توستر صبحونه با چایی و کافی بخورید خیلی خوبه. میگه که چه اتفاقی میفته وقتی که شما یه چیزی رو قورت میدین. میبینید که اینجا من همیشه گفتم نمیدونم طبیعت یا خدا این همه سوراخ و این همه چیز چرا آب و هوا و خوراک و اینجا گذاشته و فقط یه دهن، یه سوراخ باید همه اینا رو انجام بده. و بعضی وقتا میبینید که اگر یک لقمه کوچولو میره مثلا به جایی که بره تو اون قسمت غذا، میره تو قسمت هوا، آدم رو بیچاره میکنه، یا یک قسمت آب میپره ته گلوتون، آدم میخواد خفه بشه. و اما این میگه که هی این یونجو و کاه و اینا رو میگن، میگه که هاو هی بلز گت رپ، میگه که چجوری اینا رو میپیچن. و میبینید همه چی ماشینیزه است اینجا، این تراکتوره وقتی میاد اینها رو کامباین اون جمع کرده و گذاشته، اینم بسته‌بندیش میکنه احتمالا برای ترانسفر کردن، فرستادن از یه جایی. How water affect light، میگه که آب چگونه میتونه روی نور اثر بذاره. شما میبینید اینجا یه سوراخی هست، از این داره آب میریزه، ولی وقتی که لیزر رو میذارن به اینجا، نور به این به اصطلاح منتقل میشه. این رو توی فایبر هم ما دیدیم، توی فایبر اپتیک و اینها همین حالت اتفاق میفته. و اما how paper clips turn into paper clips، این سنجاق نیست، اینا پیپر کلیپ، نمیدونم تو ایران چی بهش میگفتی، اینا رو میگه ببینید چجوری میپیچن و درست میکنن. واقعا آدم وقتی اینا رو استفاده میکنه نمیبینه که چقدر برای زحمت کشیده شده و چقدر ارزون به دست ما میرسه. خب این هم میگه داندلیان، من نمیدونم، قاصده که دیگه لابد ها، این گلهای میگه life of داندلیان. هیچ وقت تا حالا نخونده بودم یا نشنیده بودم اینو. اینم یک گل که بعد میبینی به قاصدک و اینها میشه. بعد این how flight pattern change throughout the day، میگه که چگونه این پروازها و اینها را عوض میکنن. البته من یه بار رفتم توی این قسمت کنترل چیز، واقعا آدم دیوانه میشه اونجا و فکر میکنه اینهایی که اونجا کار میکنن چه مغز قوی دارن که میتونن این همه سر و صدا و این همه هواپیما و اینها رو تحمل کنن. And how terrifying the human face is when it's forming in a womb، میگه که وقتی که بچه در رحم مادرش هست، ببینید صورتش چجوری شکل عجیبی به خودش میگه.
این تریفاینگ یعنی یه چیزی که آدم مثل تحت تاثیر بد قرار میگیره، تحت فشاری چیزی، و میبینید که اینجا به درستی نشونش دادن. حالا چجوری این دوربینا رو کار گذاشتن و اینها، در قسمت بعدی باید به همون نشون بدن که این ویدیوها چجوری درست شده و ساخته شده. و اما آقای سهیلی عزیز عکس‌های فوق‌العاده جالبی فرستاده که بهتون اینها رو نشون میدم. و من اون روز روی صفحه فیسبوکمون، اولا من اون روز تو برنامه هم گفتم وقتی که این همه ایمیل و پیام فیسبوک و اینها از در رابطه با برنامه آقای افشارها گرفتم، بعد من دیدم به این صورته که خب یه نفر یه چیزی میفرسته، بارها هم این اتفاق افتاده، ما این رو میفرستیم برای اون کسی که برنامه داشته، اون به جایی که به اون جواب بده خب به من جواب میده، من دوباره باید بفرستم برای این. یعنی این دوستان آخر شب مثلا نفری 20 تا ایمیل فرستادن، من 40 تا ایمیل گرفتم. حالا فکرشو بکنید اگه آقای افشارها اینجا باشه 10 نفر بهش ایمیل بزنن، 10 تا 20 تا، من 200 تا گرفتم، در صورتی که خود آقای افشارها حتی از من کمتر میگیره. و ما به این نتیجه رسیدیم دو رقم ما اونایی که برنامه میخوان داشته باشن باهاشون دیل میکنیم، رفتار میکنیم، یا اینکه اگر میخوان مردم باهاشون تماس بگیرن یا شماره تلفن یا ایمیل آدرس یا فیسبوک میذاره. طرف میگه آقا من فقط با فیسبوک جواب میده، طرف میگه من فقط با ایمیل، طرف میگه من فقط با تلفن. اگر اینها رو نمیذارن یعنی نمیخوان کسی باشون تماس بگیره و فقط اینها میخوان بیان نظر خودشون رو بگن، کار بسیار درستی هم هست، پولی رو خرج کردن، مبلغی رو پرداخت کردن، عمر خودشون که گرونترین و با ارزشترین سرمایه هست اون رو میان میذارن، نظرشون رو میگن. و مثلا آقای افشارا خیلی قشنگ گفتن، گفتن خب دوستانی که میخوان بیان جواب من رو بدن به جایی که دعوت مناظره کنن خودشون برنامه بذارن اینها. و من 3 روز پیش بود که تصمیم گرفتم تا اونجایی که بتونم مقاومت کنم، دیگه اگر کسی ایمیلش نمیخواد بده، میخواد خصوصی باشه و اینها، خب خصوصی بمونه، اگر میذاره، اگر کسی برای من فرستاد یه بار برای اون می‌نویسم که دوست عزیز با ایمیل خود ایشون مستقیم تماس بگی، حتی اون پیام اولی رو هم ارسال نمی‌کنم، می‌نویسم با ایمیل خودشون تماس بگیرین. به دو دلیل، یکی این که ما یاد بگیریم راه و روشش رو که آقا اگه آقای ضیاء مصطفی زاده برنامه داشته آمده آسون‌ترین ایمیل دنیا رو انتخاب کرده، فکر کنم ضیاء 1340 بود یا همین چیز، حالا یا تاریخ تولدشونه یا 1940ش، یه چیزی اینجوری بود، آسون ترین ایمیل. و شما تنبلی میکنین این رو نمینویسید یا یاد نمیگیرید، خب من چرا این وسط وقتمو بذارم؟ بله، برگردیم به این. ما یه نظرخواهی کردیم روی فیسبوک، نوشتیم که دوستان، دشمنان، موافقین، مخالفین، به نظر شما مجری تلویزیون یا برنامه ساز تلویزیون باید حق داشته باشه که نظر خودش رو هم بگه یا فقط مثل یک آدم آهنی بیاد اینجا بی روح برنامه رو بگه؟ خیلی ها لطف کردن، حتی هفته پیش که من پرسودم برنامه رو کم به اصطلاح ویدیوش رو برداریم فقط عکس و چیزای جالب نشون بدیم، دوستان لطف کردن نوشتن ما 10 دقیقه تصویر خودتو ببینیم بهتر از 2 ساعت عکس و اینا، ممنونم ازشون. بعد در این رابطه هم چندین نفر نظر دادن. اولا گله میکنم از اونایی که حالا چه مخالف چه موافق میان، مثلا 500 خورده نفر، 1000 تا میرن یه چیزی رو میبینن، 2 نفر رأی نمیدن، نظر نمیدن. حتی وقتی ما نوشتیم نظر شما چیست، شما میتونید خیلی معمولی بنویسید من نظری ندارم در این مورد، یا نظرتون رو بنویسید. در هر صورت آدمای خانم نیر امروز نوشته بود آقای سهیلی شما درست میگید، ما فقط شعار میدیم. خیلی خوشحالم که اقلا سر یک وجه مشترک به اصطلاح با هم موافق هستیم، هم وجه مشترک دیگه، یعنی موافقیم که وجه مشترک. در صورت اینم از این عکس‌ها رو بهتون نشون بدم. و بله، من خودم هم به این نتیجه رسیدم که آقا ما هنوز
فرهنگمون نه به مناظره رسیده، نه به تلفن آزاد در برنامه رسیده، نه به نظرخواهی رسیده و داریم زیادتر از حد خودمون نمایش میدیم. میخوایم بگیم ما آزادمنشیم، ما دموکرات هستیم، ولی اگر دوستمون، رفیقمون حرف یک به دو با نظرمون مخالف باشه، میخوایم پدر و مادرش رو پیش چشمش بیاریم، تا اونجایی هم که میتونیم جلوی دوست و دشمن آبروش رو ببریم. اجازه بدید ضمن تشکر از آقای سهیلی عزیز این عکس ها رو من بهتون نشون بدم. اوپس خیلی تند رفتم، کجا میروی؟ یواشتر. بله اینم این. بله جالبه، این به نظر میاد که توی خانه سالمندان هست، چون حالت بیمارستان و این تخت و این چیزاش نداره و میبینید که این خانم آمده مثلا ملاقات همسرش، سگشون هم آمده و سگ اینجوری، یا حالا نمیدونم. در اصل این دوستی حیوانات واقعا عشق و علاقه عجیبی هست. برید ببینید رو صفحه فیسبوک مردم تیوی، ما یه دوستی از ایران به نام آقای حسین محمدی، بدونی که بشناسیم، آمدیم ویدیوش رو گذاشتیم، چون دیدیم این از دل صحبت میکنه و خیلی رفتن دیدن. امروز براش نوشتم که آقا این بهبه و چهچه ها فقط بهبه و چهچه بود یا واقعا کسی هم حمایت کرد. قبلا نوشته بود که ایرانیا خیلی با هیجان روز اول همه میان فدات بشن، داداش قربونت برم، خسته نباشی، انسان شریفی، ولی دیگه کمک یادشون میره. امروز نوشته بود بد نبود ولی محدود بود، یعنی کم بود. گفتم بابا شما خیلی با قدر خودتو بدونی که تونستی با صداقتت در دل سنگ مردم و بیننده های ما جا پیدا کنی، مهمتر از اون اونها رو وادار کنی دستشونو به جیب کنن. خیلی مشکله که شما یه بیننده ایرانی رو بتونی قانع کنی که این دستش رو به جیب کنه. میگه آقا مگه من گفتم؟ گور پدرش میخواست نیاد. اینجوریه. در صورت به این دوستم گفتم ولی با همه اینها که ما انقدر از ایرانی ها ایراد میگیریم، به شما بگم همینجا تو آمریکا هم اگه شما نگاه کنی هر روز آگهی نشون میدن برای اینایی که رفتن جنگ، هر روز آگهی نشون میدن برای سگایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. برای چی؟ برای که اونم همین مشکل شما رو داره. میگه مردم همون موقع که میبینن دلشون به رحم میاد ولی بعد یادشون میره. حالا چه کار میکنن؟ انقدر این رو نشون میدن که یه روزی دیگه بالاخره اون طرف بلند شه، بره کارت اعتباریش رو بیاره، کردیت کارت رو پرداخت کنه. این عکس رو من قبلا هم دیده بودم، این آقای نسبتا جوونی که احتمالاً داره گدایی میکنه یا هوملسه و با این سگش چجوری اون رو در آغوش گرفته و این محبت و عشق این سگها، و از اون با محبت تر این سرباز، یا میدونید که وقتی یک کسی میره جنگ، حالا درجهش نباید بگی این گروبانه، این افسر فلانه، همه سربازن، ولی وقتی رفته اونجا این بچه افغانی یا عراقی یا سوریه‌ای هر چی بوده، من نمیدونم این مال کجا بوده، ولی چجوری این رو در آغوش گرفته و احتمالاً این موقعی اتفاق میفته که پدر مادر این بچه حالا یا زیر بمب و فلان اینها مردن یا اون طرفی ها کشتنشون. این بیچارا هم مورد غضب نیروهای بزرگ دنیا هستن، هم مورد غضب خودشونی ها، و این هم باز از عشق و علاقه و طبیعت. البته این سگه به اصطلاح ننی خوبی نیست، چون شیر رو یه جوری گرفته که میبینید این بنده خدا باید، یعنی هیچی نمیخوره، آب هوا میخوره و بعدن احتمالا شکم دردم میگیره. و اما این هم دوستی این سگ توی برف با این بچه و چجوری، من نمیدونم این چجوری، این داخل بیرونه، چون برف هست، ولی این سگه هاسکیه یا سگ از این استرالیایی هست. در صورت سگا خیلی عالی، این گربه ها نمیدونم همینجوری که دارن راه میرن بدنشون رو به هم میمالن، دارن برای همدیگه شاخشونه میکشن یا دارن ناز و نوازش میکنن. اینم از این. و اما
این آقا نشسته شطرنج بازی میکنه، میبینید که حالا نمیدونم این عکس درست کردنیه یا حقیقیه، گربه هم همون حالتی رو که این گرفته دست گذاشته رو سر خودش، این هم همین کارو کرده، احتمالا این منتظره تا حریفش بیاد بازی کنه و این گربه هم اینجاست. و اما این سنجاب به اینا میگفتیم نه توی ایران، سکرول اینجا میگن، خیلی اینا حیوانای باهوشی هستن. من دیروز یکی از اینا رو دیدم آمده پشت بالکونی، پشت توی حیات پشتی به اصطلاح بالکونی، و توی گلدونی که ما داریم این داره کند و کاو میکنه. نگو این آقا اون موقعی که تابستون بوده از اون چیزای درخت ها که مثل گردو هست آورده اینجا قایم کرده و حالا داره میارتش بیرون. اینم از این ماجرا، اینم عشق علاقه پدر به فرزند و اینم عشق علاقه انسان به حیوان، که امیدوارم این عشق ها زیادتر بشه و نفرت ها کمتر. و این هم گربه، من اگه اشتباه نکنم این منظره مال یونان باید باشه به چند دلیل. یکی این که اولا این رنگ سفیدی که به همه جا میزنن، دوم این جزیره های زیاد و اینها، و سوم تعداد گربه هایی که اونجا بود. و اونجا هم بعض وقتا من دیده بودم که این به اصطلاح مجسمه های شیر و اینها هم هست، و در هر صورت این آقا گربه نشسته به فیگور هم فیگر اینجاست دیگه. خب اینم عشق به باز بچه و طول سگ و اینها، عشق بچه به طول سگ. و اینم میبینید که این سگه با وجودی که خودش از لاغری بنده خدا دنده هاش زده بیرون، احتمالا چون بچه دار هست طوله داره به اصطلاح اونها ازش میخورن، ولی این میمونه یا نمیدونم این میمون شامپانزه و اینا هم نوعای مختلف داره، آمده و داره میخوره. و اما این نمیدونم مال چه کشوری هست که پولشون انقدر بی اعتبار شده که این سربازه، البته از این کلاشینکوفی که دستشه، کلاش به قول معروف معنی کشورهای شرقی باید باشه، و میبینید که پولا اینا پوله ها، میبینید اینا رو داره میسوزونه تا گرمش بشه. خب این هم باز عشق علاقه، اون ور این میمونه از سگه میخورد، این ور این میمونه داره به این پلنگ. ما این پلنگ و ببر هم هیچ وقت یادمون نمیمونه کدومش اونه کدومش اونه. و این هم باز بله، این هم دوستی انسان ها، این هم دوستی حیوانات. بیایید با هم دوست باشیم. و اون شعری بود میگفت گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. این بیچاره مثل که حالا که این علاقه یا مجروح شده یا بارو برده، این آقا انسانیت کرده و این رو گذاشته استراحت کنه و خودش داره گاری رو میکشه. و این هم یک سگ و یک گربه. اون وقتا وقتی میخواستن بگن خیلی طرف با یکی مخالفه، میگفتن مثل سگ و گربه میمونه با هم به هم میپرن. ولی میبینیم که اینجا سگ و گربه هم در کمال آرامش و دوستی با هم زندگی میکنن. این هم بچه هایی که پدرشون مادرشون میرن جنگ و برمیگردن، یا این الان داره میره مثل که میبینید هر دو گریان، پسر چسبیده که نرو، بابا هم راهی نداره. و این هم دوستی برادر و حالا یا خواهرش یا برادر و برادر. و این آقا هم چترش رو روی سر سگش یا گربهش گرفته، بکنم سگ باشه. و اما این خانم که حامله است داره روزها رو میشماره، احتمالا ماه آخرش هست و روزها رو داره میشماره که هر کدوم از اینها 5 تا 4 تا از این وری، یکی که میکشه 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا 24 روز گذشته و ببینیم چی میشه. این عکس هم زیباست. اینا تو مراسمی که میان، بعض وقتا تو مدارس و اینها میان مراسم اجرا میکنن، بعض وقتا بچه ها یه قیافه هایی میگیرن جلو اینها که خیلی قشنگ و جالبه. و اینم یه ازدواج یه نفر که فلج هست، معلول هست، با یک خانم که در کلیسا هست. و این هم این سگه سرش رو گذاشته روی رکاب چرخ و اینجوری خوابیده. این هم سربازا و احتمالا اینها آمدن که هر دو خوشحالن.
و آرایشگاه همیشه مسئله بوده، مخصوصا برای اولین بار بچه ها رو وقتی میخوایم ببریم از قیچی و اون محیط غریب میترسن، و این هم از این تعارف میکنه لابد اون موز دوست نداره. خب اینم اینجا، بله اون دوتا دارن همدیگر میبوسن، این پسر اینجوری ادا در آورده یا برای مادرشه که اینجا هست داره میدوه، متوجه نیست، یعنی کاملا نمیفهمه. این گربه بلا هم کمین کرده در کمین این چی بهش میگیم، کبوتر. بله اینجا، یعنی نه اینجا، توی دنیا وقتی که ارتشی ها کشته میشن، پوتینشون اسلحهشون کلاهشون رو میذارن و به اصطلاح قدردانی یا یادبودشون رو میبینید. اینجا پوتین هست و گل هست و مدال هایی که اینها گرفتن و دوستانی که دارن گریه میکنن. و اما این خانم هم رفته بوده توی این، اینجا میگن بن یا سطلای آشغال بزرگ، دنبال چی میگشته و حالا داره میاد بیرون از اونجا و چه پرشی هم کرده. خب اینم باز دوستی، حکایت از دوستی حیوان میکنه که این انسان شریف چگونه سگش رو یا سگ یک کسی دیگه رو به دوش کشیده و داره میبره. احتمالا اینجا بارون شده و همین الان که من اینجا با شما صحبت میکنم، امروز اینجا تقریبا میترسیدن که سیل بیاد. و این هم وضعیت خبرنگارای بیچاره که همه فکر میکنن چه زندگی خوبی دارن، همه جا رو میبینن، ولی میبینید که گاهی وقتا هم مثلا اینجا لابد ماشین سواری بوده، از سواری بوده، چیزی بوده، به احتمال زیاد ماشین سواری، گل و شل ریختن روش و حالا آماده شده برای سینه زدن یا قمه زدن. و این هم توی قطار که والا این روزا آدم میترسه اگر حتی بچه هم نگاش کرد و لبخند زد، دست دراز کنه و بهش به اصطلاح دست بزنه. این هم توریستا و مردم معمولی تو خیابون موندن برای این دوتا شیری که تو جاده، حالا ماجرای دیگه شو نمیدونیم چیه و چی بوده. خب این هم عکسی هست از فکرم جنگ جهانی دوم، سربازها دارن میرن و این پسره با باباش داره خداحافظی میکنه. اینجا این دختر خانم با این و این چه قشنگه این عکس. و اما این با اسلحه نشسته و به اصطلاح چی میگن، آماده شلیکه، ولی اون خبرنگار داره ازش عکس میگیره. این هم عروس با محبتی که آمده احتمالاً مادر بزرگش رو در بیمارستان یا تخت بیماری ببینه و اون رو هم در شادی خودشون سهیم کنن. این هم خبرنگاری که فلج هست ولی با همین حال باز هم به کار خودش ادامه میده. خب این هم عکسای جالبی که توی جنگ و اینها میبینی، توی صحرا و دشت و اینها هواپیماهای فکر کنم 330 باشه، هواپیماهای 330، هواپیماهای بزرگ و خوب و باربری بودن. تا اونجایی که من یادمه اون وقتا اولین هواپیمایی بود که دنده عقب داشت. هواپیمای دیگر رو میدونید که ماشینا هول میدن عقب، ولی این هواپیما این دنده عقب داشت. دلیلش هم این بود که چون برای ارتش کار میکرد، ممکن بود یه جایی بره تو خیابونی تو چیزی، مثلا بیاد توی تبس، تو خیابونای جاده تبس بخواد وایسه، اونجا مجبور بشن عقب جلو کنن. به همین خاطر اینها دنده عقب هم داشتن. حالا چه جوری بود نمیدونم، پروانه هاش به عقب میچرخید، عقب عقب میرفت یا نه، کسی میدونه به ما بگه. و این هم این هواپیماهای جنگنده احتمالا اینجا نزدیک فرودگاه یا پایگاه هوایی چیزی هست. و این هم فکر بکری که یه نفر انجام داده، چند تا صندلی رو گذاشته که مردم بتونن رد بشن و توی آب مجبور نشن به آب بزنن. و اینجا هم آقا داره نی میزنه یا فلوت میزنه برای این گربه. تموم شد بسمونه، بیایم بریم سراغ چیزای دیگه‌ای که داریم. همونجور که بهتون گفتم امروز خیلی زیاد چی دارم، ولی من میخوام برنامه رو تا اونجایی که میتونم هی کمتر و کمتر کنم. همین الان که من اینجا نشستم، باز آمده که PhD holders have half of nation unemployment rate، میگه که اینهایی که
درجه دکترا پی اچ دی گرفتن، نصفشون بیکارن. حالا میگه که Nation unemployment rate, but to get an online PhD certification on your own time. و این من نمیفهمم. از این ور میگه که PhD، اونایی که PhD دارن، این به نظر شما تبلیغ خوبیه؟ شاید من درست نمیخونم. میگه اینایی که PhD دارن نصف بازار بیکارا رو اینها چی میکنن؟ بعد به شما میگه شما بیان PhD بگیرین. PhD holders have half the nation's unemployment rate. یا اینکه اینجوری باید معنیش کنن. اونای دیگه مثلا اگر ریتشون بالاست، اینا ریتشون نصفه. یعنی اگه PhD بگیری، حالا فهمیدم، این انگلیسی ما هم به درد عممون میخوره، حالا فهمیدم. میگه شغلای دیگه، لیسانس و فوق لیسانس و اینها، اگر بیکارن، ولی این PhD نصف بیکاری اونها رو داره. یعنی این چرا از اینوری نوشتی از اونوری نوشتی ما هم بفهمیم. در صورت نوشته این رو هم باز ما اگه بشه بفرستیم برای آقای بهرامی، بگیم آقای بهرامی شما لطف کن به وکیلت بگو این از کجا فهمیده، از این که ما نمی‌نویسیم دکتریم، فهمیده ما دکتر نیستیم و گفته حیف همه مجریای تلویزیونای ایرانی دکتر باشن، این سوربی دکتر نباشه، یا اینکه این همون ماجرای خرید و فروش ایمیل ها هست، یا اینکه این همون ماجرایی هست که وقتی ما ایمیل از یاهو میگیریم، از جیمیل میگیریم، از هات میل میگیریم، اونها هستن که تصمیم میگیرن چه بلایی به سر ایمیل ما بیارن. و اما این دوستمون آقای علی آقای شیرازی یه ایمیلی فرستاده، خیلی جالب و قشنگه. نوشته که اوباما و همسرش خانم میشل اوباما دارن میرن بالتیمور و ایشون هم میدونی لچک و روسری پوشیده، چون میخواد برن توی مسجد و به مسلمون ها نشون بدن که به اصطلاح توی آمریکا شما میتونید هر دینی داشته باشید، آزاد و برابر و مساوی باشید. بعد خودش هم نوشته که حتما این عکسو که ببینن میگن ببین ما نگفتیم که این آقای اوباما مسلمونه. آقا یه ویدیویی درست کردن این دیوانه های تندرو آمریکایی، میگه که ما که به شما گفته بودیم این اوباما مسلمونه، بیا نگاه بکن، هی بریده حرفهاشو زد بریدن و اینجا میگن out of context، ورداشتن گذاشتن و میگن که بفرمان این به این دلایل ایشون مسلمونه. حالا مسلمون باشه، من برای یک آمریکاییش نوشتم اوکی let's say he is a Muslim so what، مگر اینجا گفته حتما باید مسیحی باشی تا چیز باشی. در هر صورت فرض کنید که بتوانیم سن زمین را فشرده کنیم و هر 100 میلیون سال آن را یک سال در نظر بگیریم. در این صورت کره زمین مانند شخصی یا فردی 46 ساله خواهد بود. پس ببینید 46 تا 100 میلیون سال عمر کره زمینه. اینی که میگه 6000 سال، 5000 سال، 7000 سال خدا در تاریکی نشست زمین و زمان رو درست کرد، مزخرفی بیش نبوده و نیست. هیچ اطلاعی در مورد 7 سال اول این فرد وجود نداره. حالا 7 سال اولش میشه 7 و 100 سال، ها 7 و 100 میلیون سال، نمیدونم والا گیج شده. درباره سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات کم و بیش پراکنده ای داریم، اما این را میدانیم که در سن 42 سالگی گیاهان و جنگل‌ها پدیدار شده و شروع به رشد و نمو کردند. اثری از دایناسورها و خزندگان عظیم الجثه تا همین یک سال پیش نبود. حالا یک سال پیش میشه چقدر؟ 100 میلیون سال. تا همین یک سال پیش نبود، یعنی زمین آنها را در سن 45 سالگی به چشم خود دید و تقریبا 8 ماه پیش پستانداران را به دنیا آورد. در اوایل هفته پیش، حالا من یه چی بهتون بگم واقعا میگم اینا همش از بیکاری میاد که یه کسایی اینا این چیزا رو می‌نویسن. همین دو سه هفته پیش بود که اینجا لاتاری شده بود، نمیدونم 500 میلیون، بعد شد 800 میلیون، بعد شد 1 میلیون میلیون که یعنی 1 میلیارد و فلان اینها. بعد تلویزیون ها میمد میگه حالا من براتون بگم 1 میلیارد یعنی چی، یعنی از این ور خیابون تا اون ور خیابون پول، یعنی 4 تا فیل.
بعد طرف آمد مسخره کرد، گفت آقا بشر زحمت کشیده، عدد درست کرده، عددا رو هی بیشتر و بزرگتر کردن، شاید یه روزی عددا تا 1000 بوده، بعد گفتن تا 1 میلیون، بعد گفتن تا بیلیون، بعد گفتن تا تریلیون، بعد گفتن تا نمیدونم مثلا خود گوگل مثل که یعنی یه عددی که اینقدر صفر داره. در هر صورت چرا حالا بعد میان از این وریش میکنن که حالا شما که برای من میگی یه هفته پیش یه همچین چیزی شده، من باید چیکار کنم؟ باید تو مغزم بیام این یه هفته رو ضرب در 100 میلیون سال کنم ببینم چی؟ همش از بیکاری. خدا این بیکارا رو از ما نگی. کاکو جون با سلام، دکتر محمود مصدق نوه پسری دکتر مصدق 82 ساله هنوز در ایران طبابت میکنه. ایشان دکتر زنان دارای 4 فرزند، 1 دختر روانشناس، 3 پسر دندانپزشک وکیل، 3 پسر دندانپزشک وکیل و اقتصاددان هستند. آها 3 پسر دندانپزشک وکیل و اقتصاددان هستند. فقط پسر وکیلشان در ایران هستند. مصاحبه مفصل ایشان در فیسبوک هست. دوستان اگه کسی این مصاحبه رو پیدا کرد لطف کنه برای من بفرسته تا ما اینجا نشونتون بدیم. ضمناً امروز بعد از برنامه خودم حدود 1 ساعت و 14 دقیقه، 1 ساعت و 15 دقیقه یه فیلمی از فکر کنم دیشب بود که آقای روحانی مصاحبه داشت در ایران. و ضمناً دوشنبه هم اگه برنامه من دیده بودید گفتم بهتون که روز دوشنبه توی آمریکا اولین انتخابات از آیووا شروع میشه که یکی از ایالت‌ها هست، الان هفته دوم میرن نیو همشیر. و من هنوز خداییش بعد از 30 سال که توی این مملکت هستم هنوز سیستم انتخابات اینجا رو نفهمیدم چرا یه عده بار راه بیفتن برن اونجا و این اسمایی که میگن معنیش چیه بعد رأی گیری. ولی اگر به شما بگم وقتی که رأی گیری کردن دوشنبه خانم هیلری کلینتون با شیر یا خط، اینجا میگن هد اور تیل یا میگن کوین فلیپ، یعنی کوین یعنی سکه، فلیپ هم یعنی میندازی بالا، با شیر و خط یا با سر و دم سکه برنده شده، شما میگید این سوربی دیوانه شده. اگه بتونم پیداش میکنم ولی آمادهش نکردم براتون نمیگم. خیلی مشکل هست حتی تو کشورهای دموکرات، حتی تو کشورهایی که 200-300 سال زودتر این کار رو انجام دادن. میدونید که توی آمریکا آقای الگور اکثریت آرا رو برد داشت در سال کی بود قبل از اوباما، 8 سال قبلش، ولی جورج بوش برنده شد. چون سیستم انتخاباتی آمریکا هنوز مال زمانی هست که میگه ممکنه این سوربی سواد نداشته باشه، میاد یه نفر رو انتخاب میکنه اون براش انتخاب میکنه. فکر کنم این همین دلیگیت ها هستن یا کاکس بهشون میگن. در صورت من خیلی اشکال دیدم توی این انتخابات، ولی با همه اینها باز مردم یه شور و حال و هیجانی توشون پیدا میشه. آقای ترامپ که میگفت من اگر دوم شدم میرم کنار و این نشون میده که اینها چقدر پس فطرت و دروغگو هستن، دوم شد، حالا تازه میگه من دوم شدم برنده شدم، یعنی دیگه اصلا معنی و مفهوم چیزها رو هم عوض کردن. آقای سندرز تقریبا با هیلری کلینتون برابر و مساوی هستن، به همین دلیل دوشنبه حتی نیومد بگه من دوم شدم و کار خوبی هم کرد. برای که شیر و خط یعنی چی؟ طرف وایساده با شیر و خط، 6 تاشو با شیر و خط چیز کرده، شاید هم بیشتر. این از این. و اما ما یه سوالی کردیم حالا رو فیسبوک بعد بهتون نشون میدم و گله من اینجا اینه، چیه واقعا اینقدر ما میترسیم، اینقدر بزدل هستیم که حتی جرئت نمیکنیم که اگر یه کسی میاد میگه آقا شما که میگی جانم فدای ایران، که چقدر قشنگ آقای شهافر نوشته، نوشته اینا که میگن جانم فدای ایران من رو به خنده میزنه، یا چو ایران نباشد تن من مباد، شما پاسپورت ایرانی و استرالیایی داری، پاسپورت ایران و انگلیسی داری، بعضی ها 3-4 تا پاسپورت دارن، اگر روزی قرار بشه تمام کشورهای دنیا با هم سر یک موضوع به اصطلاح توافق برسن و بگن که هر شخصی میتونه یه پاسپورت داشته باشه،
شما کدوم پاسپورت رو نگه می‌دارید؟ من بارها در برنامه گفتم، امروزم میگم، من پاسپورت آمریکایی رو نگه می‌دارم، چون پاسپورت ایرانی رأیش اونجوری، زندگیش اونجوری، آزادیش اونجوری نخواستیم آقا، برای خودتون، برای خودتون. پاسپورتی که به انسان آزادی نده، این شما صفحه دوم پاسپورت آمریکایی رو نگاه کنید، نوشته که هر کجا این پاسپورت به شما ارائه میشه، این شهروند آمریکایی رو لطفاً با احترام به اصطلاح ازش پذیرایی کنید، یعنی ورودش رو فلان اینا، البته بماند که خود همین دست اندرکاران احمق آمریکا هم کاری کردن که یه مدتی اصلا اگه شما میرفتی اروپا همون بهتر بود بگی من ایرانی هستم، چون اگه میگفتی آمریکایی هستم مردم توف میکردن، اینجوری بود دوره بوش مخصوصا. و اما یه آقای لطف کرده خیلی قشنگ نوشته، آقای حمید رضایی، آقا ممنونم از شما اگه برنامه ما رو میبینید. آقای حمید رضایی نوشته من پاس انگلیسیم رو نگه میدارم. و اما آقای جاوید شهافر که در استرالیا هستن قشنگ نوشتن سعدیا، حب وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد بزاری که در اینجا زادن. اینایی که میگن ما میخوایم بریم اونجا خاک بشیم، یعنی ایران فقط یه قبرستونه و ایران فقط جنازه اینها رو لازم داره. تا موقعی که جوان بودن و پولدار بودن، چه دوره شاه چه دوره شیخ، خارج خوش میگذروندن، خارج پولاشون رو خرج میکردن، فیس خارج رو میمدن به ایران میدادن، حالا جنازه شون رو ببخشید، نمیخوام میگم جنازه کثیف و پر از مرضشون رو میگی من میخوام برم تو ایران خاک بشم، میخوام که خاک نشه، برو اینجا بده $600 بسوزوننت، بذارش یه جایی که باد بیاد ببرد، بذارش کنار جاده که ماشین بادش ببره رو تو با. سعدیا، حب وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد بزاری که در اینجا زادم. چون اینجا من زاییده شدم، چون اینجا من دنیا آمدم، نباید زاری و بدبختی و نکبت بکشم به این دلیل که اینجا وطن منه و من نمیخوام ترکش کنم. یکی از چیزهای خوبی که در دنیا اتفاق افتاده این مهاجرته. من یه داستانی رو میخوندم که اصل این که ما آدما روی دوتا پامون را میریم اینه که طرف وقتی گرسنه شده و جنگلا سوخته و آتش فشانی و از این ماجراها بوده، آتش فشان درسته، آتش نشان ایناست، مجبور میشه که بلند شه از چهار دست و پا، بلند شه و دورتر رو نگاه کنه، ببینه اون دورتر سبزی هنوز هست، الکی را نیفته چهار دست و پا بره اون جلو. و این شده، این عشق مهاجرت به اون جایی که سبزه، عشق مهاجرت به اون جایی که درخت ها هنوز بالاش میوه هست، انسان را از چهار دست و پا به دو پا آورد. من حالا این ماجرای تکامل و داروین و اینها رو نمیخوام شروع کنم، اون بحث جای خودشه. در صورت مهاجرت خوبه، شما با همه ای که هر چی میخوان این شاه اللهیای بگن 6 میلیون در به در شدیم، شما ببینید زبان انگلیسی به غیر از من و شما که بلد نیستیم تمام ایرانی ها دیگه یاد گرفتن، فیلم های ایرانی رو ببینید پر زبان انگلیسیه. برای چی؟ برای همین مهاجرت. این مهاجرت ممکنه الان 30 سال 37 سال به آخوندها وقت داده باشه که هر غلطی دلشون میخواد بکنن، ولی اینا بعدن سزاشو میدن، چون هر کسی اومده باشه خارج برمیگرده اونجا میگه اینجا تحمل ناپذیر، نمیشه زندگی کنه، عوض میکنه. یا امیدوارم اینجوری باشه، نه که هر کسی اینجا که هست مثل آدم اونجا که میره وحشی بشه. بله، اگر اجبار باشد معلوم است کسی پاسپورت یک کشور آزاد را که میتواند در آنجا آزادانه نفس بکشد، عشق بورزد، لباس بپوشد، غذا بخورد، مشروب بنوشد، مشروب مورد علاقه‌اش را بنوشد، حرف بزند، بنویسد، انتقاد کند، نگه می‌دارد. من هر وقت شعار چو ایران نباشد تن من مباد را می‌بینم، خندم از این دروغ بزرگ می‌گیره، همه دیدیم که با ورود خمینی و اعدام ژنرال‌های ارتش دیگری ایران نیست. این جمله ها یکم جا به جا شده، مثل که قادسیه دوم اتفاق افتاده، فقط کافی بود که یکی از ماها
به ویژه همین شعار دهندگان خمینی را که مدت ها در دسترس بود هر پنج شنبه در فیضیه قم به دیدارش می رفتن ترور کنند. همگی از جمله شاه خدمتگزارمان به بهانه های مختلف خود و خانواده من را نجات دادیم و فرار کردیم. ممنونم آقای شهافت. بله، بعض آقای علی آقای شیرازی یک فیلمی رو از افتتاح تالار رودکی در زمان شاه و فره فرستاده که نوشته در کشوری که بیش از 70% بی سواد و بیش از 90% مسلمان بودند، آیا شایسته بود زنان در چنین مراسمی شرکت کرده و بدنهای خود را آنچنان در معرض نمایش عموم قرار دهند؟ مخالفان و در رأسانها ملایان بیکار ننشسته بودند و به موقع چنان که دیدیم بساط سلطنت را به هم ریختند، البته با کمک بیگانه. باشد که از گذشته پند گیریم، تحول باید از پایین صورت گیرد نه از بالا. این از اشتباهات بزرگ آن زمان بود. ممنونم علی آقا. این ویدیو رو من نشون نمیدم چون ما وقتی ویدیو نشون میدیم بعد یوتیوب اذیتمون میکنه، نامنگاری و اینها حوصلش ندارم، ولی ویدیو رو که میبینید ببینید بعض چیزها رو ما اون موقع دقت نمیکردیم، حالا که دقت میکنین ببینید یک تاج بزرگی آویزون کردن توی این صحنه، طرف داره باله میرخصه اون پایین. میدونید این باله باید هوش و حواس بیننده بره توی اینایی که میرخصن و اون منظرهای مختلفی که پشتش درست میکنن که صحنه داستان رو برای اینا زنده کنه. بذارید ببینم میتونم این رو بیارم و ببینید چقدر آدم باید عقده داشته باشه که یک تاج به این بزرگی رو بیاد توی صحنه یه چیز. نگاه کنید دوستان ببینن، یک لحظه دوستان، فقط شما نسبت تاج رو به آدم ها، این رو مثل گویا تلویزیون من و تو هم درست کرده. ببینید این خانوما، این آقا، این خانوما، بله این پایین دارن میرقصن. شما ببینید این تاج از این بلندتر و بزرگتره. شانس آوردن نیفتاده رو سرشون. آخه شاه عزیز، خانم فرح، چقدر شماها عقده داشتید؟ یا اگر شما عقده نداشتید چقدر اونای دیگه چاپلوس بودن؟ این پدر این چاپلوس ها رو باید در می آوردین که اینجوری پدرتون رو در آوردن و در به درتون کردن. خب ببینیم که این چی میگه اون چی میگه، بریم سراغ اینها. بله، ابوالحسن ورزی اوپنینگ نایت رو براتون خوندم و نشون دادم، بریم به سوی این. ابوالحسن ورزی زن زیبایی داشت که از خوبرویان تهران به شمار می آمد. بذارید من اینو بهتون نشون بدم و بخونم، بریم با هم به نامه. ابوالحسن ورزی زن زیبایی داشت که از خوبرویان تهران به شمار می آمد و علاوه بر چهره جذاب روحی زیبا پرست و لطیف داشت، اهل دل و شیفته شعر و ادبیات و هنر بود و با این خصائل جسمی و اهل دل و شیفته و خصائل جسمی و روحی الهام بخش طبع شاعرانه ورزی به شمار می آمد. وی نیز در جلساتی که همسرش شرکت می کرد حضور داشت و در همین نشست و برخاست ها بود که بین او و آن جوان بلند بالای مازندرانی علایق عاشقانه شکفته شد و به تدریج حدیث مهرورزی آنها به یکدیگر از پرده بیرون افتاد و نهایتاً بین ورزی و همسرش جدایی رخ داد و آن عاشق و معشوق با هم ازدواج کردند. طبع ظریف و حساس ورزی از این جدایی بسیار آزرده و مکدر و ملول شد و به تدریج به آشفتگی های روحی گرفتار آمد. دوستان مشترک آنها که رنج و عذاب بی حد ورزی را می دیدن و احتمال می دادن که به جنون گرفتار آید،
از این رویداد بسیار رنجیده و ناراحت شدند و آن را مغایر آیین دوستی و جوانمردی می دانستند و جمعاً به مرد بلند بالای مازندرانی فشار وارد آوردند که زن را رها کند و نهایتاً پس از 6-7 ماه آن دو از هم جدا شدند و زن بار دیگر به زندگی ورزی پیوست و غزل زیبا و پرمعنای آمدم ما در نگاهش آن نوازش ها نبود بازتاب این رویداد بود. داستانی که موجب شد تا ورزی آزردگی های روحی و احساسات لگدمال شده خود را در این غزل بیان کند، از سردی بوسه ها و نگاه های بی نوازش و آغوش بدون مهر شکوه و شکایت کند و از رسوایی ها ناله سردهد. تردید ندارم که خوانندگان صاحب نظر این نوشته به راحتی می توانند به عمق ملال و آزردگی های روحی شاعر پی ببرند. آمدم ما در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلودش را مستی رویا نبود، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدایی در آن آینه سیما نبود. لب همان لب بود اما بوسش گرمی نداشت، دل همان دل بود اما مست و بی‌پروا نبود. در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت، گرچه روزی همنشین جز با من رسوا نبود. در نگاه سرد او قوقای دل خاموش بود، برق چشمش را نشان از آتش سودا نبود. دیدم آن چشم درخشان را ولی در آن صدف گوهر اشکی که من می‌خواستم پیدا نبود. بر لب لرزان من فریاد دل خاموش بود، آخر آن تنها امید جان من تنها نبود. جز من و او دیگری هم بود اما ای دریغ، آگه از درد دلم زان عشق جان فرسا نبود. ابوالحسین ورزی ترانه‌سرا با صدای غلام حسین بنا. من این آهنگ رو بارها شنیده بودم و اون دوست ما آقای جمال بهروز قاسمزاده و جمال داداشش جمال قاسمزاده رو ما گاهی وقتی یک کمی اذیت میکردیم که این آهنگا رو گوش میداد، چون این آهنگا اون موقع میگفتیم بابا این چیه، تو مثل پیرمردا میشینی اون ته برای خودت با این آهنگا. بعدن بابا فهمیدیم این از ما خیلی جلوتر بوده. این نتیجه نفهمی رو میخوام بهتون بگم که وقتی آدم یه چیزی رو نمیفهمه، درک نمیکنه، تا جایی این نفهمی رو ادامه میده که اون کسی رو که میفهمه و درک میکنه حتی اونو مسخره هم میکنه. اینم از این ماجرا. بله خب Dear Mr. Sorby، بله آقای مختار حسین زیبایی یک مقاله رو فرستاده، من این مقاله رو گذاشتم روی فیسبوک، شما هم برید ببینید. و مقاله این رو میگه، میگه تخریب تدریجی محیط زیستی ایران هسته‌ای و منطقه اتمی. شنبه 16 ژانویه، این چند مدت پیش برای من نوشته بود که داره یه مقاله رو مینویسه، به مجردی که تمام بشه ارسال میکنه تا ما بذاریم روی مردم تیوی فیسبوک. متاسفانه ایشون چون بیشتر اوقاتش رو در بیمارستان باید بگذرونه به خاطر این جراحیایی که انجام میدن، اگه عکس بدنش رو بهتون نشون بدم پر پیچ و موره و آهن هست و بعضی وقتا کارهایی که میخواد انجام بده به موقع انجام نمیشه، ولی خوشحالم که بالاخره این نوشته رو نوشته و فرستاد. 16 ژانویه 2016 میلادی، حسین مختار زیبایی، حقوقدان، دکتر در علوم قضایی. ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته‌ای آن مورد تأیید تمامی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا است. ایران تنها کشوری است که از نظر همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قانوناً حق صدور آب سنگین به ایالات متحده را دارد. و ایران تنها کشوری است که از نظر کل اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قانوناً حق خرید کیک زرد و تبدیل آن به اورانیوم را دارد.
ایران تنها کشوری است که از نظر همه کشورهای عضو دائمی شورای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قانونا حق صدور اورانیوم به روسیه و ایالات متحده را دارد. این بعد از تحریم هاست دیگه، نه؟ بر اساس اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری های ایران و بین المللی از دسامبر 2015 تا ژانویه 2016 میلادی ایران 9 تن اورانیوم به روسیه، 40 تن آب سنگین به ایالات متحده فروخته است. نتیجه مقدمه 159 صفحه‌ای مذاکرات 5+1 معروف به برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام امضا شده در وین اتریش مورخ 14 جولای 2015 میلادی توسط ایران، چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، ایالات متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، ایران را تبدیل کرده به کارخانه تولید آب سنگین، اورانیوم و دیگر مشتقات هسته‌ای برای روسیه. ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان به مدت 15 سال آینده از تاریخ امضا برجام و شاید نیز در آینده برای اسرائیل، حداقل در آینده اسرائیل میتواند محصولات و مشتقات هسته‌ای ایران را از ایالات متحده بخرد. یه بیاد دربارش با آقای حسین زیبایی صحبت کنیم. آقا این یعنی یک شیعه هسته‌ای در جهان اسلام جهت پیروزی در برخورد تمدن‌ها برای تکمیل جهانی سازی، عملیاتی که توسط CIA تحت نام مکفارلین به علاوه ایران کنترا آغاز و در نهایت با 5+1 تکمیل شد. در سوی دیگر تبدیل، ببینید شما اینو میگید آقا، این دو تا پاراگراف دیگه بیشتر نمونده میخونم. شما اینا رو میگید، آقای اجلالی تمام این چیزها رو برعکس شما میگه. ای کاش یه وقت به برنامه ایشون تماس بگیرید. دوشنبه 2 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر ایشون برنامه داره. در سوی دیگر تبدیل منطقه به انبار بزرگ سلاح‌های غربی به ویژه سلاح‌های ساخت ایالات متحده علیه ایران اتمی، اما این نه یک ایران اتمی بلکه یک شیعه هسته‌ای در جهان اسلام جهت پیروزی در برخورد تمدن هاست. عملیاتی دقیقاً بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاست سازان ارشد ایالات متحده، نه بیشتر و نه کمتر. از سوی دیگر این به معنی تخریب تدریجی محیط زیستی در ایران و کشورهای منطقه و به خطر انداختن سلامت نسل امروزی و آینده ایرانیان و مردم منطقه است. از آنجا که بخش دیگری از عملیات جاری 1953 میلادی آژاکس CIA تخریب تدریجی ایران هسته‌ای و منطقه محاصره شده با ترکیه خیلی به زودی هسته‌ای، روسیه، پاکستان، هند و اسرائیل اتمی و در آینده نیز یک سعودی هسته‌ای با کمک‌های چین با موفقیت در حال شکل‌گیری است. بنابراین زیاد سخت نگیرین و آخر هفته خوبی داشته باشین. حسین مختار زیبایی، حقوقدان دکتر در علوم قضایی، زندانی سیاسی سابق در ایران، قربانی شکنجه، بازمانده قتل عام زندانی سیاسی، پناهنده سیاسی مادام العمر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، فرد تحت حفاظت کنونسیون های ژنو، دارای مسئولیت سیاسی بین المللی، شهروند ایالات متحده، فرماندهی سابق سرویس های ضد تروریسم و ضد جاسوسی انقلابیون مستقل ایرانی علیه رژیم ایران از دهه 80 میلادی. برای اولین بار اسناد فعالیت های هسته ای رژیم ایران توسط من به نماینده سازمان جهانی انرژی اتمی در ترکیه تحویل شد، مدارکی که اثبات میکرد حکومت ایالات متحده به رژیم ایران در تأسیسات هسته ای خود کمک میکند. برای اولین بار در سال 1999 میلادی با نام اصلی خودم طی کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه با روزنامه‌های ترک و اروپایی جزئیات قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران را افشا کردم. رژیم ایران در سال 1981 میلادی پدرم آقای 79 انقلاب شد، پس این دو سال
بعد از چیز هست. آقای پدرم آقای علی مختار زیبایی، مهندس، قهرمان کشتی المپیک ارتش‌های جهان دهه 60 میلادی و سرهنگ نیرو هوایی ایران را در سن 40 سالگی در شهریور سال 60 خورشیدی در زندان اوین به وسیله تیرباران به قتل رسانی. خیلی متاسفم، قبلا میدونستم این رو. روان شاد، یادش گرامی باد. و اگر کسی بخواد با آقای مختار زیبایی تماس بگیره، مستقیما با خودشون تماس بگیرید، اسمشون رو توی گوگل بزنید. من نمیدونم اجازه دارم ایمیل رو بگم یا نگم. این هم از این. و ببینیم که این دوستمون چی نوشته. Soon you will be directly by the by. بله مرسی، درست میگید شما. این از این، این از این. و اما بریم سراغ آقای مختار رو خوندیم، بریم سراغ در چند روزی که خانم اشرف پهلوی فوت شد، از این ور اون ور مراسمی گذاشتن و از این ور اون ور هم شایعاتی آمد. یکی از این شایعه ها که من فکر نمی کنم درست باشه، ماجرای این هست که میگه آقای بهروز وثوقی، ادعای بهروز وثوقی نسبت به ثروت باقی مانده از خانم اشرف پهلوی، توی پرانتز نوشته بالغ بر 2 میلیارد دلار. من فکر میکنم دوست نازنین این به صورت تبلوید، دیدید اینجا شما تو گروسری تو سوپرمارکت ها که میخوای بری، وقتی میخوای تو صف وایسی، مثلا نوشته مردی حامله شد و همون تیترشو میزنه، یا میدونیسی مثلا فلان هنرپیشه از خطر مرگ چیز شد، از این چیزا. من فکر میکنم اینم جز اون باشه، چون نمیدونم اینا میگن که طبق این شایعه که ننوشته اصلش از کجاست، سندش از کجاست، نوشته که بهروز وثوقی گفته که ایشون آخرین شوهر رسمی اشرفه و از این پول باید چیزی بگیره. من فکر نمیکنم، فکر کنم این یه شایعه است، بهتر در موردش هم صحبت نکنیم. یه دوستی برای من یه شعری فرستاده، باز من یادم رفت که از ایشون سوال کنم این شعر برای این هست که برای دوستان بخونیم یا فقط برای منه. این یک خطشو میخونم بعدا اگه خواستن. این اسمش هست القصه، نوشته اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث شاه خاموش، بگویم از برایت شرح حالش که تا عقلت رسد بر داستانش. ای خردمند و عاقل و دانا، قصه انگلیس و شاه برخوانا. یادتونه قصه این موش و گربه و اینها؟ در صورت این دوستمون اگر خواست خودش این شعر رو بخونه ما خوشحال میشیم. After Beehive please find out the following سروده. خب نه، ولی ننوشتید که برای خودمه یا برای همه هست. خب ما یه آگهی به دعوت همکاری گذاشتیم، آگهی دعوت به همکاری، نه آگهی به دعوت. از بس تو برنامه ها گفتیم و نشون میده ماشاءالله ایرانی ها همشون وضعشون خوبه یا همشون کلک زدن، با وجودی که وضعشون خوبه کمک میگیرن، اینا احتیاج به کار کردن نداره. ما دنبال یه نفر، دو نفر، خانم یا آقا یا پسر، دختر که بیان کار بازاریابی انجام بدن برای تلویزیون میگردیم. دیگه حالا دست به دامن فیسبوک شدیم. اگر شما خودتون دوست دارید و کار مشکلی هم نیست، این یلو پیج رو باز میکنید یا تلویزیون های ایرانی رو میبینید، هر کسی تبلیغ داده شما زنگ میزنید به اون تلویزیون دیگه، نه به اون کسی که تبلیغ داده، بهش میگید که تبلیغش رو مثلا از تلویزیون پارس دیدید، که اینجوری اون بفهمه با تبلیغش رو نشون میدن. و بهش بگید یه تلویزیونی هم هست به نام تلویزیون مردم، نرخش اینجوریه، آگهیتون اینجا هم بذارید. اگه خواستید دوستان روی فیسبوک هست، اگرم فیسبوک ندارید از همینجا بهتون میگم، میخوام براتون بخونمش که چی نوشته بودم. آگهی دعوت به همکاری، تلویزیون مردم به دنبال یک خانم و یا آقا برای بازاریابی قسمت تبلیغات است. اگر مایل به همکاری هستید لطفاً به صفحه فیسبوک ما پیام بدهید. با تشکر فراوان. سوربی، تلویزیون مردم آمریکا، نوشتم شما لازم نیست آمریکا باشید، شما از هر جای دنیا میتونید با تلفن، با ایمیل با این دوستان تماس بگیرید و این کار رو انجام بدید و هیچ ساعت کاری هم نداره، یا هیچ ساعت کاری نداره، هر وقت دوست داشتید میتونید زنگ بزنید و نه اینکه دو بعد از شب بخونه مردم زنگ بزنید.
نگاه میکنید ببینید مثلا تو کالیفرنیا چه ساعتیه، ساعت اونها زنگ میزنه. و اما آقای داریوش احمدی لطف کردن و یک ایمیلی رو فرستادن که من روی فیسبوک هم گذاشتم. اعتراض تعداد زیادی نویسندگان نشریه‌های دانشجویی در ایران به روحانی و امضاهای آنها. دوستان باور کنید من خندم میگیره وقتی که اینها از این ور خودشون میان میگن آقا این روحانی 20 سال مسئول بزرگترین و به اصطلاح خطیرترین مقاما بوده، 20 سال تو کارهای نیروی اتمی بوده، 20 سال چنین 20 سال چنان، بعد حالا میان ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی بیشتر و در موائد گوناگون به طرق مختلف از فضای تنگ و نفسگیر حاکم بر نشریات. آخه من نمیدونم، مثل اینکه یه نفر منو زده باشه با چوب و چماق و من یه نامه براش بردارم ببرم بدم در خونهشون بگم آقای محترم که من را با چوب و چماق زدید، لطفاً بیاین حالا از من دیدن کنید، مخارج بیمارستانم به هم بدید. اون اصلا میخنده میگه این دیگه کیه، زدمش باز حالا یادم آورده برم بزنمش. اینم از این ماجرا. شاید من اشتباه کنم، امیدوارم من اشتباه کنم. خب و اما special message for the person about آقای ماز جبرانی. European IRD being stopped from entering the United States due to Congress discriminatory visa. بله آقای ماز جبرانی میدونید که خیلی فعاله و در رابطه با اینکه آمریکا میخواد هر کسی که میخواد بیاد اینجا ویزا بگیره و اینها، ایشون هم صداش در اومده، اعتراض کرده به من و شما هم گفته این کار رو انجام بدید، شما هم اگه میخواین جاهای مختلفی هست، اگر نمیدونید کجا بگید تا من براتون بفرستم و اونجا به اصطلاح برین تومار امضا کنید، زنگ بزنید بهشون بگید و اینها فرق میکنه. و اما آقای مسعود ناصری یه عکسی، آها این خیلی جالبه و من واقعا تأسف میخورم که اینها یه کاری میکنن که این شاه بیچاره، من گاهی وقتا فکر میکنم شاه با همه اشتباهایی که کرد، با همه دیکتاتورشیپیش، باز نسبت به خواهرش، برادرش فرخانم آدم بهتری بوده، به همین دلیل زودتر همون سال اول رفت که دیگه زجر نکشه دیدن از دست دادن بچه هاشو، از دست دادن عزیزانشو، اینها رو نبینه. اشتباهات زیادی کرد ولی به نظرم میاد که آدمی بهتر از اینها بوده. ولی اینی که مخصوصا دوستان سلطنت طلب یا شاه اللهی میان یه چیزای احمقانه اینجوری درست میکنن، بعد دوستان خوب ما مثل آقای منصور سهیلی، مسعود سهیلی، مسعود ناصری اینا رو پخش میکنن، واقعا آدم شاخ در میاره. نوشته که سلام دهه فجرتون مبارک. ببینید بعد یا یکی دیگه میاد میگه که این ایام بهتون خوش میگذره از قول شاه. من معمولا مینویسم که من با مرده ها در تماس نیستم، ولی شما چون با مرده ها در تماس هستید به شاه بگید که فرزندان خلفت که به خوبی در آستینت بزرگشون کردی، معافشون کردی، حقوقشون دادی، فرزندان خلفت، آخوندهایی که دستبوس فرح بودن، حقوق بگیر فرح بودن، وقتی که شما مملکت رو ول کردی، فرار کردی با پولهای دزدی، اینها دارن همون کار شما رو به نحو بهتری انجام میدن. آخه خجالت بکشید و نکنید این کارو که ما هم مجبور بشیم جواب بدیم. و اما جناب سربی گرامی، این رو آقای ضیا مصطفی زاده نوشتم. من نوشته بودم که آیا برنامه گذار یا مجری تیوی هم حق داره نظر خودش رو بگه یا باید مانند آدم آهنی باشه و فقط نظر دیگران رو منتقل کنه. خیلی از دوستان روی فیسبوک گذاشتن، برید اونجا بخونید اگر فیسبوکی هستید، که من تکرار نکنم. اگر نیستید من اینجا چند تایی که با ایمیل اینا هست براتون میخونم. آقای مصطفی زاده که از دست دوستان فیسبوک رو بست و در رفت یا باز کرده به دوستان خبر نمیده، که این خیلی خوبه، زرنگه، نوشته سلام جناب سربی گرامی، اگر راستش را بخواهید بهتر است هیچ یک از ما ایرانی ها، خیلی خوشحالم که من اینو قبلا همینو گفتم، گفتم بابا ما داریم نمایش الکی میدیم، پوز میدیم،
قمپوز در میکنی. میدونید پوز و قمپوز اینا، مثلا شما وقتی پوز میکنی اینجوری یا این زیباندا اینجوری میکنن، خب این موقع فقط داره نمایش میده، نمیتونه که 24 ساعت اینجوری کنه این رگاش بزنه بیرون، یا ساعتش رو اینجوری میذاشتن زیر چونشون، این پوزه، نمایش. و از نمایش که یه روزی آدم خسته میشه، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت ممکنه این کار رو انجام بده، ولی سون و لید زود یا دیر بالاخره مجبوری ولش کنی و خودت باشی. خود ما هنوز از سرمون زیاده. ایشون نوشته هیچ یک از ما ایرانی ها تا معنی اظهار نظر را یاد نگرفته ایم به اظهار نظر نپردازیم. مثلا خود من که همین حالا دارم نظر میدهم، نمیدانم مجری برنامه چیست، آدم یا آهن کیست، تهیه کننده چیست. اساسا تا حرف ملت، تا حرف مفت و فحاشی هست، چرا باید نظر بدیم؟ فحش که راحت تره، حرف مفت هم از اون راحت تر. اگر با حرف مفت من مخالفت کنید، فورا شما را به مناظره دعوت میکنم، هرچند که معنی مناظره را هم نمیدانم. ارادتمند مصطفی زاده. ممنونم از شما و امیدوارم که دوستان دیگه هم گوش کنن. خب این پیام آقای بهرامی رو گذاشته بودم که براتون پخش کنم، ولی بعدی که دیگه دیروز باهاشون صحبت کردم، ایشون از من عذرخواهی کرد، من از ایشون عذرخواهی کردم، دیگه مسئله رو چی میگن ختمش رو اعلام کردیم و بریم. اینم از این. و اما یادآوری به فرانسویان. میدونید که الان بازار ایتالیا و فرانسه چشم گوششون به ایران هست که بتونن معاملات خوبی رو، قراردادهای خوبی رو ببندن. از این ور دارن مردم ایران جوک میسازن، نوشتن از مسئولین فرانسوی تقاضا داریم هواپیماهای خریداری شده را لطفاً خالی به ایران بفرستید. آخه 37 سال پیش یه هواپیما با مسافر برامون فرستادید، دهنمون سرویس شد، و این بار لطف کنید هواپیما رو بدون مسافر بفرستید یا خالی بفرستید. خب این رو همون روز نشون دادم که اینهایی که مریضی دارن و پتیشن یا تومار پر میکنن، شما هم اگه خواستید امضا کنید، بعضی وقتا کمک میکنه و مهم هست. یک نوشته ای رو خانم شایسته الهامی نوشته بود و من میخواستم این رو بخونم، نمیدونم کجا گذاشتمش، توی پیوند بود اگر اشتباه نکنم، dealing with computer and sending. بله اینم خوندم، این رو هم اون روز تالا نشون دادیم، 20 دقیقه فیلم براتون نشون دادم. اونایی که نوشته بود اگر عاشقانه، اگر صمیمانه عاشق ایران هستید، که من گفتم اونم حرف مزخرفیه و به نظر من باید به اصطلاح می نوشتن تصاویر زیبا، ویدیوی زیبا از ایران. و اما یک پیامی رو اون دوستمون شهروز گذاشته بود اگه اشتباه نکنم، من میخوام پیدا کنم در موردش صحبت کنم، اگر همون شرط اولش اینه که اگر بتونم پیداش کنم، ببینم میتونم یا نه. خب ببینم چه میشود. شماره تلفنش 49 بود، احتمالاً از آلمان، و رسیدیم به منصور ولی به آقای شهروز نرسیدیم. شهروز یا بهاییه یا از بهایی ها حمایت میکنه که هیچ کدومش هم اشکال نداره، ولی اشکال آقا شهروز اینه که یه چیزی رو متوجه نمیشه. ما گفتیم که بینندگان، یا گفتیم این تلویزیون، این برنامه سربی با مردم، گفتیم نظرتون رو بگید، ما نظر شما رو در برنامه پخش میکنیم یا در موردش صحبت میکنیم. همیشه گفتیم که شما که نظرتو بگی یا ایمیل بفرستی یا مقاله بفرستی، ما تصمیم میگیریم که بخونیم یا نخونیم بر اساس برنامه اون اینها. شما اگر درباره برنامه آقای افشارها صحبتی دارید عزیز من، باید با ایشون تماس بگیرید. شما که چند سال برنامه ما رو نگاه کردید، چند سال پیام گذاشتید، چند سال من پیام شما رو پخش کردم، کی به عنوان بیننده تلویزیون مردم یک فنیک، اون وقتا که من تو آلمان بودم مارک بود و فنیک، یک سنت کمک کردی؟ چرا از خودت نمیپرسی، درست میگم اون شهروز اسمت هست، چرا از خودت نمیپرسی چرا من حمایت نمیکنم یه جایی که اونجا حق داشته باشم بتونم حرف بزنم؟
چرا شما پول نمیدی 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت برنامه بگیری بیای قشنگ تو اون صحبت کنی؟ به شما و افراد دیگه ای مثل شما که این کارو میکنن میگن مفتخور. فکر کنم پیداش کردم، سر شما رو گرم کردم تا این پیدا بشه. ببینیم که ایشون چی میگه، نمیدونم همینه یا نه. ببینیم. درود بر شما، شهروز هستم. میخواستم یه مطلبی رو بگم. شما در هر برنامه تکرار میکنید که برای ما پیام بفرستید، پیام شما رو پخش میکنیم، ولی متاسفانه من برای سومین بار برای شما پیام فرستادم که نه شما یا اشتباه میکنی یا دروغ میگی. برای من پیام نفرستادی، شما برای برنامه آقای دکتر کاظم افشارها پیام فرستادی و شما باز یا توجه نکردی یا دروغ میگی. من حتی در برنامه آقای افشارها با آقای افشارها گفتم آقای افشارها اون پیامی رو که من براتون فرستادم اسم طرف چی بود؟ ایشون اسم شما رو درست گفت. گفت بله گرفتم. گفتم میخواین من این پیام رو پخش کنم شما صحبت کنی؟ گفت نه. آقا جلسه گرفته توش میخواد با دوستاش صحبت کنه. من تازه لطف کردم به شما، گفتم آقا یه نفرم پشت در وایساده بدون دعوت میخواد بیاد تو، بیاد تو. طرف میگه نه آقا، ولی راجع بهش صحبت میکنم، راجع به تم صحبت کرده، راجع به باب و باهایی و اینها میگه. ببین من هر چی دلم بخواد میگم، دوست داشته باشم لقبشون رو میگم، دوست نداشته باشم نمیگم. شما اگه صحبتی داری بزن توی گوگل آقای دکتر کاظم افشارها کانادا، شرکتش پیدا میشه، سازمانش پیدا میشه، شماره تلفنش پیدا میشه، ایمیلش هم پیدا میشه، باهاش تنبل بگی، باهاش تماس بگی. شما تنبلی، شما مفتخوری، میخوای از برنامه من سواری مفتی بگیری و من احمق بودم قبلا به شماها سواری مفتی میدادم. حالا میتونم اجازه دارم عاقل شده باشم و دیگه به شما مجانی سواری ندم؟ شما کدوم بار در طی این تلویزیون از 2003 تا حالا بازه دوستان؟ دسامبر 2003 تا دسامبر 2015 میشه 12 یا 13 سال، 13 سال این تلویزیون هست. آقای شهروز شما کی 13 تا 1 سنت فرستادی برای این سالها؟ خجالت بکشید. اون وقت شما اسم خودتو میذاری بهایی منصف؟ کجاتون انصاف داره؟ به من گفته بودن قبلا که این بهایی اصلشون کلیمیه و پدر آدم رو در میارن تا یه معامله انجام بدن. من میگفتم آقا ایرانی ها و چونه زدن عادتشونه، ولی شما ثابت میکنی اونا درست میگن. آخه نکنید این کار، خجالت بکشید مرد حسابی. من تو برنامه طرف که پولش در داده رفتم بهش گفتم، پیام شما رو براش فرستادم که اصلا من وظیفه ای ندارم، بعد شما میگید هر دفعه. کدوم با شما در رابطه با برنامه من نظر دادی من پخش نکردم؟ تازه قرار نیست پخش کنم هرچی شما میگی، ولی کدوم بار؟ یکیش مثال بزن، بگو اونجایی که سوال کردی من دو پاسپورت نگه میدارم یا یه پاسپورت، بنده چون بهایی هستم اسرائیلم پاسپورت دارم، ایرانم پاسپورت دارم، همه پاسپورت ها رو نگه میدارم، نونو برای خود روز میخورم. شما کی برای برنامه من پیام گذاشتی؟ دروغم میگن خوناق نیست، اگه بود همه ما ایرانی ها خفه می شدیم. نصفش هم نمیگم ما، همه. این آقای ضیا مصطفی زاده حرف درستی زد، گفت آقا من اگر روزی 5 تا 10 تا دروغ نگم روزم شب نمیشه. اینم از این. ساعت 3:28 است و همین 90 دقیقه بسمونه، بیشتر برای خودمون دشمن پیدا نکنیم. دوستان شما هم بذارید اینو بیارم اینجا، شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یکی از دوستان که مدت ها پیش برنامه داشت میخواد یکی دو جلسه اینجا باشه، بهشون گفتم که با من تماس بگیرد، امیدوارم از پاریس ایشون تماس بگیرن و برنامه هاشون رو به زودی شاهد باشید. شما هم میخواید برنامه داشته باشی اینجا، از چپ چپ، از راست راست، بهایی، مسلمون، تندرو مذهبی، بی مذهب، با خدا، صد تا خدا، بی خدا، میتونه برنامه داشته باشه. دیگه چی بگیم آقا؟ این ماشین اسمش تلویزیون مردمه، رانندهش سربیه. بی انصاف، بی انصاف.
پول بنزینش رو بده که وقتی تو رو رسوندم بعدا من اونجا بنزین تموم نکنم چجوری برگردم به منزلم، چجوری برگردم به خونم. شمایی هم که برنامه رو نگاه میکنید لطف کنید حمایت کنید. آخر سال آمد و رفت، اول سال آمد و رفت و خانم شوره عاصمی یه نمایش در دست آماده اجرا دارن که 28 فوریه و یه برنامه گرد همایی ایرانیان برای سال نو که اگر فرصتی پیش بیاد هفته آینده با ایشون مصاحبه میکنم و پوستر و ویدیو هم روی فیسبوک خودشون هست و اونها رو هم به زودی در تلویزیون مردم پخش میکنیم. شما هم اگر آگهی دارید، اگر وقت میخواییم بخرید، آمریکایی‌ها میگن شما یه تلفن بزنید بقیه کارا رو ما انجام بدیم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.